در آشیه نشست کشورهای آسیای میانه و افغانستان اینجا در با ما سفیر قزاقستان آقای عمرتای بتیموف در مورد چگونگی برگزاری نشست اهمیتش و نقش کشور در چگونگی همکاری های اقتصادی و امنیتی گفتگوی داریم آقای سفیر بسازد داد کنه تشکر بگذارد اول بپرسم که اهمیت نشست همکاری های منطقه‌ای در واقع میانه آسیای میانه و افغانستان چه است؟ من تایید میکنم که اهمیت بزرگ دارن چون قزاقستان یکی از کشورهای منطقه همسایه با افغانستان است و امروز دکتر سعید سپنتو گفت که از روی نظامی موضوع پروبلم افغانستان حل نمیشه و رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف چندین بار ابتکارات خود رو نشان داد در بخش افغانستان و ما طرفدار ای هستیم که پروبلم افغانستان باید از عمومی یعنی نه فقط از روی نظامی باید رشد دانش تعلیم و تربیه شود و رشد اقتصاد شود به خاطر ما در سال 2009 یک موافقتنامه امضا کردیم در بین افغانستان و قزاقستان که بر اساس او 1000 محصلین افغانستان به طور رایگان از طرف قزاقستان فعلا بیش از 700 نفر محصلین در قزاقستان در پوهنتون ها در اینستیتوت ها تب انجینیرای روی آهن هم امسال ما 5 نفر دیگر هم گرفتیم تقریبا 45 نفر افسرهای پلیس و سرحدی درس میخوانند در مورد چگونگی تامین ثبات افغانستان گفته میشه که نگرانی اصلی کشورهای آسیای مرکزی پس از 2014 هست مسئله بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و احتمال هرج و مرجی که هر از گاه عنوان میشه به ویژه از کشورهایی که در واقع شما به عنوان سفیر کشور در اینجا حضور دارین واقعا شما نگران هستین بله واقعا ما نگران هستیم که باز تکرار نشه که از اینجا که افغانستان بازم یک منبع تروریسم اکستریمیسم و مواد مخدر نشود این نگرانی رو ما داریم به خاطر ما اینجا همکاری میکنیم ما هیچ جایی رفتن نمیتونیم ما همیشه چیز میمونیم اینجا در منطقه اگر نیروهای مثلا بین المللی نیروهای غرب اونا رفتن بتونن ما اینجا میمونیم ما مجبور هستیم ما خیلی علاقمندی داریم که هر چیز زودتر وضع نرمال شود یک موضوع دیگه که بیشتر عنوان میشه در مورد نقش کشورهای آسیای میانه برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان به ویژه پس از 2014 تا چه حد کشور قزاقستان نقش بازی خواهد کرد برای کمک های اقتصادی با افغانستان من میگم که ما آماده هستیم فکر میکنم که تمام کشورهای منطقه آماده همکاری داشته باشند یک مشکل البته ما خود ما مشکلات اقتصادی هم داریم البته این کشورهای همسایه ما هم امکانات ما در بخش اقتصاد و تجارت البته محدود است اما ما امیدوار هستیم که سال به سال ما هم قوی شده میریم باید روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه باید مستحکم‌تر شود باسترش بیاید حالا اگر بخوایم دست کم در مورد چگونگی گفتگوهای منطقه‌ای صحبت بکنیم فکر میکنید چقدر نیاز است که افغانستان پس از 2014 به ویژه زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشه اینجا یک گفتمان منطقه‌ای شکل بگیره تا برای تامین ثبات افغانستان مؤثر واقع شود من یعنی تا چه حد گفتگوهای منطقه‌ای و همکاری‌های منطقه‌ای برای تامین ثبات افغانستان به ویژه پس از 2014 مهم است به نظرم خیلی مهم است چون ما باید تحلیل و تجزیه کنیم که وضع را پیش بینی باید کنند امروز در این کنفرانس نه فقط نمایندگان سفارت ها آمدند متخصصین سیاسی آمدند اونا تاریخ میفهمند تحلیل کرده میتونند اونا حتی اونا میتونند پیش بینی کرده میتونند اونا مشوره داده میتونند به ما به حکومت ها از این لحاظ به نظرم این اهمیت دارد سپاسگزار البته گفتگوی زنده ای را با سفیر قزاقستان در افغانستان بیننده بودید حاشیه زنده پوشش این نشست را از تولو نیوز بیننده باشد در ادامه پوشش زنده
نشست کشورهای آسیای میانه و افغانستان، حالا هم با آقای پروفسور عمروف خواجه محمد مدیر بخش اکادمی علوم تاجیکستان صحبت خواهیم داشت. سپاسگزارم آقای خواجه محمد. این نشست بدون شبه برای همه ما اهمیت خیلی کلان دارد. وقتی من میگویم جمهوری آسیای مرکزی را در نظر دارم، در بین آنها تاجیکستان با افغانستان از همه نزدیک می باشد و همسایه، هم زبان، هم تاریخ، گذشته ما یک گذشته داشتیم و مردم ما دارای ترکیب پسیکولوژی یگانه می باشند و هر باری که من به افغانستان می آیم احساس می کنم که اینجا هم گویا تاجیکستان باشد، من گویا از وطن خود دور نرفته باشم. از این رو من فکر می کنم که ما باید همکاری خود را در ساحه اقتصاد و در ساحه مناسبت های انسانی خیلی تشکر دهیم، چون این امکانات ها خیلی زیاد می باشند. متاسفانه اگر چنده که در 20 سال اخیر صورت رشد رابطه های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان با افغانستان خیلی افزوده باشد، در 10 سال اخیر آن بیشتر از 18 مرتبه افزوده است، اما اگر ما سطح رشد این علاقه ها را با حجم عمومی گردش مال تاجیکستان اگر مقایسه کنیم اون خیلی پست می باشد، یعنی 0.3% را در بر می گیرد و خلاص. فکر دارید که این سوال را جنبندی بکنیم به مخاطر همکاری های اقتصادی که بیشتر به شما با اشاره کردن، زمانی که از افغانستان مطرح میشه بیشتر عنوان میشه به عنوان نقطه اتصال آسیای میانه و جنوب آسیا، و نقش تاجیکستان چقدر میتونه در چگونگی انتقال انرژی از آسیای میانه به جنوب آسیا مهم پنداشت؟ تاجیکستان نسبت به همه جمهورهای دیگر آسیای مرکزی امکاناتی ده چند مرتبه بیشتر امکانات دارد که یعنی نیرو دارد که با افغانستان، پاکستان و حتی هند به مقدار خیلی زیاد انرژی صادر کند. تنها من همین رو به شما گفتم، میخواهم که نیروی انرژی دریای پنج، دریای همسرحد در بین ما و شما به 527,000 مگاوات میرسد. از تنها در تاجیکستان از همه نیروگاه های برقی 18,000 مگاوات تولید میکنیم و خلاص. من فکر میکنم که در اینجا امکانات خیلی زیاد است، اما امنیت چندان خوب نیست، با سبب اینکه در هم در تاجیکستان یک زمانی جنگ بود، جنگ شهروندی، و هم در افغانستان امروز وضعیت چندان از این نظر خوب نیست، و من باوری دارم که در دوام 3-4 سال اخیر وضع در افغانستان خیلی خوب خواهد شد و آن امکان خواهد داد که همین نیروی خیلی بزرگ دریای پنج، یعنی رودخانه پنج استفاده برده شود. و حالا ما تنها درباره کاسا، یعنی یک پروژکت حرف میزنیم، کاسا 1000 که از قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان برق خواهد آورد، اما امکانیت وجود دارد که ده ها چنین کاسا ها بنیاد کرده شود. و من باوری کلی دارم همچون اقتصاد شناس که دریای پنج میتواند که افغانستان را کلان با انرژی تازه تامین کند. سپاسگزار از حضورتان. البته باید گفت که پوشش ویژه و زنده نشست کشورهای آسیای میانه و افغانستان پس از میان برنامه کوتاه با سفیر قرغیزستان ادامه خواهد داشت. باز هم خوش آمدید در حاشیه نشست کشورهای آسیای میانه و افغانستان. پوشش زندهش از تولو نیوز. آقای عوضبیگ عبدالرزاقوف، سفیر جمهوری قرغیزستان در افغانستان با ما هستند. سپاسگزار آقای سفیر. السلام علیکم. اول در مورد همین چگونگی برگزاری نشست زیرنامه افغانستان و آسیای میانه گفتمان را آغاز بکنیم. چقدر اهمیت داره این گفتمان؟ به نظر این جانب، به نظر سفارتمون بسیار نشست مهمه، چون دور اول همچین گفتگوهای میان کشور جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای میانه است که ما همیمون دارای مشترکات فرهنگی تاریخی می باشیم و تالا همچنین گفتگوی نداشتیم. بسیار مهم است و فکر کنم تبدیل بشه یک نقطه عطف طب که تداوم منظم پیدا بکنه، که در آینده همچنین گفتگوهایی را
حتما داشته باشه. هر از گاه زمانی که از چگونگی وضعیت افغانستان به ویژه پس از 2014 مطرح میشه، یک نگرانی جدی خروج سربازان خارجی از افغانستان مطرح میشه و گسترش احتمالی هراس افغانی در آسیای میانه. واقعا برای کشور شما هم این یک نگرانی هست؟ ما درک میکنیم که اوضاع افغانستان همیشه تأثیر مستقیم روی اوضاع کشورهای آسیای میانه به خصوص قرغستان هم داشته است و لذا ما علاقمند هستیم و مصمم هستیم که حتما باید رابط دو جانبه با کشور جمهوری اسلامی افغانستان، با دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با مردم افغانستان باید گسترش و تقویت بدیم. یعنی شما فکر میکنید که مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک نگرانی برای کشورتان است؟ خب بعضی کارشناسان میگن که مثلا شاید اینا یکمی زیاده روی میکنن در پیشبینی هایشون. ما فکر نمیکنیم که مثلا این سال 2014 حتما مثلا عواقب بسیار بدی خواهد داشت. ما فکر میکنیم که دولت کشورتون، مردم کشورتون نسبت به سال 2001 تغییر کرده، پیشرفت کرد. پیشرفت های قابل ملاحظه ما میبینیم در اردو، در ارتش افغانستان، در تشکیلات دولتی، در بنیه اقتصادی. جوانای مثل شما الان زیاد شدن که باسوادن، کشورشون رو نگه خواهند داشت. آقای سفیر، در پهلوی از اون مسئله همکاری های اقتصادی میان افغانستان و آسیای میانه مطرح میشه. حتی گفته میشه که افغانستان میتونه به عنوان یک نقطه اتصال جنوب آسیا با آسیای میانه شمرده شود. نقش کشور شما برای گسترش همکاری های اقتصادی چه است؟ ما بسیار علاقمند هستیم به گسترش روابط حمل و نقل و ترانزیتی ترانسپورتی با کشور افغانستان از طریق تاجیکستان، چون مثلا ما میدانیم که این پروژه راه آهن جدید که به صورت دو جانبه بین ترکمنستان و تاجیکستان و افغانستان افتتاح شده امسال و در حال احداث است، این راه آهن جدید، دولت ما هم رئیس جمهور قرغستان هم اخیراً ضمن نشست اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک حضوراً با شخص جناب آقای رئیس جمهور جناب آقای حامد کرزی هم صحبت کردن و پیشنهاد دادن که ما مشترکاً توی فکر احداث یک راه آهن جدید از چین، قرغستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران هم باشیم. بسیار تاریخ خوبی و مورد استقبال طرف جناب افغانی هم قرار گرفت. بله. در حاشیه نشست افغانستان و کشورهای آسیای میانه حالا هم با آقای عبدالرزاقوف سفیر جمهوری قرغیزستان داشتیم. البته پوشش زنده این نشست را در برنامه‌های بعدی طول نیوز هم دنبال بکنیم.